محصول و تجربه تلخ انسان‌ها و آدم‌هایی هست که در طول تاریخ از بی‌عدالتی و ظلم و ستم و تبعیض در رنج بودن. به ویژه تجربه خونی و دردناک و تلخ دو جنگ جهانی و شریعت به سطوح آورده بود. به دنبال اون اعلامیه نوشته شده. حالا این اعلامیه که نوشته شده باید به این سوال پاسخ بدیم که اگر به طور کامل جامع سازمانه بدون اینکه بخوایم اون رو تفسیرهای دلخواه بکنیم یا حدیث رو استفاده بکنیم، این اگر در این جامعه یا چه در جامعه بین الملل و در جامعه جهانی یا در چارچوب محدوده جغرافیایی کشور اگر کامل اجرا بشود، آیا به صلح و عدالت و آزادی و امنیت کمک میکنه یا نمیکنه؟ این امر تجربی، امر فلسفی نیست، یه بحث نظری نیست که بخوام دربارش بحث بکنیم تا روز قیامت. این بحث داوود و ناسوت نیست، این بحث وجود عدم نیست، این بحث جبر اختیار نیست، این بحث نمیدونم هارون و بابل نیست، این یه بحث تجربی. من تصور من اینه، شاید من اشتباه میکنم، همون کسانی را که به هزار یک دلیل صادقانه یا واقعا مغرضانه تلاش میکنن که از اجرای قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر تن بزنن و شانه خالی کنن، اگر صادقانه و واقع بینانه و تجربی بخوان به این مسئله نگاه کنن، به نظر من چاره ای ندارن که اعتراف بکنن که اگر همین اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا فرض برای این بذارن ایرادی هم داره، اشکالی هم داره، نقص داره، چون کار بشر همیشه نقص داره، با تجربه و آزمون خطا نقص و اشتباهی خودشو اصلاح میکنه، اگر این قانون اساس این همین اعلامیه جهانی حقوق بشر صادقانه اجرا بشود، به صلح و امنیت و آزادی کمک میکنه. این به نظر من خیلی صادقانه است و واقع بینانه است. و همین دلیلی که امروز مسئله اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و عدالت به مفهوم مدرن کلمه یک خاص جهانی است. هر کسی که به انسانیت بیندیشه، به خصوص مذهبی هایی که یا مسلمانانی که معتقدند دین برای انسان است نه انسان برای دین، ما در طول تاریخ همواره دیدیم در همه ادیان به خصوص ادیان بدوی و ابتدایی همواره این انسان ها بودن که در پای خدایان قربانی شدن، همواره این انسان ها بودن که پای بت های مذهبی و بت های ذهنی و عملی مذهبی و دینی قربانی شدن. در تاریخ نوشتن در ادوار دورتر زمانهایی بوده که در کلاغ در کرانه های رود نیل زیباترین دختر منطقه را هر سال در یک مراسم مذهبی جمع می شدن، انتخاب می کردن، دست و پاش می بستن برای اینکه خدای رود نیل طغیان نکنه و رود نیل به مردم آسیب نرسانه و خدا را خوشحال کنن، این دختر را دست و پاش می بستن در رود نیل می انداختن. در آبه همواره در طول تاریخ این انسانیت و ارزش های انسانی و فضایل انسانی بوده که پای خدایان و بت‌ها قربانی شده است. خب حالا ما وارد دوران جدیدی شدیم، دوران تازه‌ای شدیم. اگر هر کسی به خصوص هر مسلمانی، هر مذهبی، حتی یه مسیحی یهودی فرقی نمی‌کنه، معتقده که انسان برای عرض کنم که دین نیست، دین برای انسان است، باید به این مسئله توجه بکنه که اون دین واقعی، اون خدا خواسته، پیامبر خواسته، هر کسی در هر زمانی هر سخنی گفته برای آزادی و کرامت و پیشرفت تعالی انسان بوده. و من فکر میکنم که اگر این اعلامیه جهانی حقوق بشر صادقانه اجرا بشود، ما تا حدود زیادی نمیگم مطلق، آرمان‌گرایی هم نمیخوام بکنم، از اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیخوام یک ایدئولوژی جذبی بسازم، معتقد هستم که به صلح و آزادی و رفاه و توسعه و مساوات و رفع تبعیض در جامعه کمک میکنه. رفع تبعیض جنسیتی، رفع تبعیض قومی، رفع تبعیض مذهبی، رفع تبعیض عرض کنم که طبقاتی، نژادی و انواع و اقسام تبعیضهایی که در همه جوامع هست، از اون جامعه خودمون هم هست. و به همین دلیل هم هست حکومتها، مستبدین، دیکتاتورها هیچگاه از اعلامیه جهانی حقوق بشر خوششون نمیاد، هیچگاه از دموکراسی خوششون نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه استبداد آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رابطهشون جرابطه جنب بسم الله است. و همین دلیل هم هست که در ایران یا در دیگر کشورهای اسلامی و در خیلی جای دیگر دنیا، فقط هم در ایران نیست، متاسفانه ایران در نزد حقوق بشر، نظام جمهوری اسلامی در نزد حقوق بشر در دنیا عرض کنم که عنوان یک شاخص شناخته شده و یک باعث سرافکندگی بنده و شما ایرانی هستیم که در اقصی نقاط جهان زندگی می‌کنیم.